سلام دوستان، روزتون بخیر. بافت امروزمون مدل زیگزاگی هستش که از این مدل ما میتونیم برای شالمون و پتوی نوزاد استفاده کنیم. برای بافت این مدل ابتدای کارمون با زنجیره شروع میشه. تعداد زنجیره ها بستگی داره به اندازه شالی که شما میخواهید ببافید. فقط نکته ای که وجود داره اینه که ابتدای کار تا این قسمت 11 تا زنجیره میزنیم. بافت و مدلمون از این گوشه تا این گوشه که میخواد تکرار بشه 24 تا زنجیره است، یعنی از اینجا تا اینجا 24 تا زنجیره، دوباره از این قسمت تا این قسمت 24 تا زنجیره و انتهای کارمون که باید به این قسمت حالت 8 بیاد 9 تا زنجیره میبافیم. من کارو با 68 تا زنجیره شروع کردم که بافتو براتون ادامه میدم. خب برای شروع کارمون یک گره درست میکنیم. 11 تا زنجیره برای قسمت اول کار میبافم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 و 11. برای قسمت زیگزاگ به حالت هفتی که میخوام درست بکنم 24 تا زنجیره میبافم. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 و 24 زنجیره. برای این قسمت ببینید یا تا 11 تا این قسمت میشه، 24 تا این قسمت رو برای ما درست میکنه و 9 تای بعدی این قسمت گوشه رو من میخوام ببافم. دیگه مدل رو به این صورت بزرگ نمیبافم، این قسمت رو میبافم که فقط شما مدل رو متوجه بشید. این 9 تا مال این قسمت کارمون هستش. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. خب این 9 تا هم که بافتم برای ادامه کارمون، 1 انگشتمو میذارم روی آخرین زنجیره که بافتم، 1, 2, 3, 4 تا زنجیره میبافم. میام روی همین قسمت، یعنی بعد از این 4 تا زنجیره میام روی این قسمت 3 تا پای بلند رو میبافم. 1, 2, 3 تا پای بلند رو بافتم. بدون اینکه هیچ زنجیره و فاصله ای داشته باشه از روی این زنجیره ها 1, 2, 2 تا زنجیره رو رد میکنم، روی زنجیره سوم دوباره 3 تا پای بلند میبافم. دومین پای بلند و سوم. دوباره 1 و 2 تا زنجیره رو رد میکنم، توی زنجیره سوم 3 تا پای بلند میبافم. دوباره میام 1, 2, 3 زنجیره رو توش 3 تا پای بلند میبافم. 2 و 3. به این قسمت از کار که رسیدم ببینید 1, 2, 3, 4 تا دسته ستایی دارم. به این قسمت از کار که رسیدم 1, 2, 3 تا زنجیره رو میبافم. میام داخل همین قسمت برای درست شدن حالت هشتی کارم توی همین قسمت 3 تا پای بلند بعدی رو میبافم. 1, 2, 3. ببینید یه حالت گوشه برای من درست شد. دوباره از این قسمت 2 تا زنجیره رو فاصله میدم، 1, 2 روی زنجیره سوم 3 تا پای بلند میبافم. 1, 2
سه. دوباره یک، دو، سومین زنجیره سه تا پای بلند بافته میشه. به این صورت دوباره یک، دو، دو تا زنجیره رو رد میکنم رو زنجیره سوم. و سوم. به این قسمت از کار که نگاه کنید، ببینید یک، دو، سه، چهار، دوباره یک، ببینید بعد از این سه تا زنجیره یک، دو، سه، چهار تا، یعنی این چهار تا باید همینطور تکرار بشه. به این قسمت که رسیدم، نخو میندازم روی قلاب، از روی زنجیره ها 6 تا زنجیره رو میام فاصله میدم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. روی زنجیره شیشم 3 تا پای بلند میرفتم. یک، دو، سه. همینطور که این قسمت من رو 8 کار رو درست کردم، این قسمت یه حالت 7 رو به کار من میخواد بده به این شکل. و ادامه بافتم به این صورت میشه. دوباره یک، دو، روی زنجیره سوم پایه ها رو ادامه میدم. سه، یک، دو تا زنجیره رو فاصله میدم رو زنجیره سوم. و سوم زنجیره پایه رو میبافم. دوباره یک، دو، روی پایه سوم 3 تا پایه رو روی زنجیره سوم 3 تا پایه رو میبافم. شد یک، دو، سه، چهارمی. به چهارم که رسیدم دوباره یک، دو، 3 تا زنجیره میبافم. داخل همین زنجیره 3 تا پای بلند بعدی رو میبافم. به این قسمت آخر کار که رسیدم دوباره یک، دو تا زنجیره رو فاصله میدم رو زنجیره سوم. یک، دو، روی زنجیره سوم و آخرین زنجیره 3 تا پای بلندم رو میبافم. به این قسمت که رسیدم ببینید یک، دو، سه، چهار تا. برای آخرین قسمت داخل همین زنجیره یه دونه پای بلند برای کناره یا حاشیه کارم میبافم. برای ادامه بافت از یه رنگ دیگه استفاده میکنم. بافتمون به این شکل در میاد که حالت زیگزاگی رو برای ما درست میکنم. خب برای ادامه بافتمون من از یه رنگ پررنگتر استفاده کردم که شما متوجه بشید. روی این نخمون یه گره درست میکنیم به این شکل. ببینید تو این قسمت پای آخر من دوتا حلقه رو قبل از اینکه یکی بکنم نخ نارنجی رو از داخل این دوتا حلقه رد میکنم به این شکل. یک، دو، سه، چهار تا زنجیره میبافم، کار رو برمیگردونم، نخ رو میندازم روی قلاب و از
بین این پایه ها سه تا پایه کار رو شروع میکنم، یعنی این سه تا پایه رو رد میکنم، ما بین اینا سه تا پایه بعدی رو میبافم. یک، دو، سه. این قسمت از کارمون، لبه کارمون به صورت خیلی صاف بالا میاد با این سه تا زنجیره، چهار تا زنجیره که اول کار میبافیم. دوباره این سه تا پایه رو رد میکنم، ما بینشون سه تا پایه رو میبافم. سومین پایه به این قسمت گوشه که رسیدم که حالت هشتی کار رو میخواد به من بده، دوباره میام داخل همین سه تا زنجیره، سه تا پایه میبافم، سه تا زنجیره رو میزنم داخل همین قسمت برای درست شدن گوشه و هشتی کار، سه تا پایه بعدی رو داخل همین قسمت میبافم. ببینید این قسمت حالت هشت ایجاد شد. دوباره میام داخل این قسمت ما بین پایه ها سه تا پایه رو میبافم. سه تا پایه بعدی خب به این قسمت از کار که رسیدم، ببینید با بافتن این قسمت سه تا پایه کنار هم دیگه هشتیه کار من درست میشه. برای درست شدن هفت کار یا قسمت گوشه این قسمت که به سمت پایین میخواد بره، این سه تا پایه رو که بافتم ما بین این دوتا هیچی نمیبافم، میام این قسمت، یعنی دوتا از این دستای ستایی رو رد میکنم، میام این قسمت میبافم. این باعث میشه که یه حالت هفت به کار من بده و بافت هفتی رو برای من درست کنه. این قسمت از کار رو باز میکنه، حالت هشت میشه. با رد کردن این دوتا دسته ستایی و کنار هم بافتن، حالت هفتی رو برای من ایجاد میکنه و کار رو جمع میکنه. بافت رو به همین صورت ادامه میدیم تا آخر ردیف. دوباره قسمت گوشه به حالت هشت. سه تا زنجیره ما بینش میبافم. داخل همین قسمت دوباره سه تا پای بلند رو میبافم. سه تا پایه آخر رو که بافتم، یک، دو،
باید دقت کنید که این قسمت همیشه تعداد این پایه ها باید 4 تا 4 تا باشه، یعنی 4 تا دوباره از این 3 تا زنجیره، دوباره 4 تا. این 4 تا رو که بافتم، این قسمت آخر رو دیگه ادامه نمیدم، یه دونه پایه میبافم، یعنی پایه رو میام ما بین این 3 تا پایه و این 3 تا زنجیره که ردیف قبل بافته بودم یه دونه پایه بلند میبافم. به این شکل برای ادامه کار 1, 2, 3, 4 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. شما میتونید رنگ نخ رو عوض کنید یا میتونید به تعداد اندازه و رجایی که دوست دارید بافت رو با همون رنگ ادامه بدید. 4 تا زنجیره رو که بافتم دوباره میام ما بین این دسته ها میبافم، یعنی اینو رد میکنم از این قسمت کار، بعد از این 3 تا پایه کارو شروع میکنم. 1, 2 این 3 پایه دوباره بافت به همین شکل ادامه پیدا میکنم. و کار رو تا آخر به همین صورت ادامه میدیم. خب من این ردیف رو بافتم، به قسمت آخر که میرسم 3 تا پایه رو که بافتم دوباره نخ رو میندازم روی قلاب، روی این 3 تا زنجیره که ردیف داشتم یه دونه پایه بلند میبافم. پایه بلند رو به همین قسمت نگه میدارم، برای اضافه کردن نخ بعدیم به این صورت عمل میکنم. روی این نخ یه دونه گره درست میکنم، این گره رو از توی این دوتا نخم رد میکنم. 1, 2, 3, و 4 تا زنجیره میبافم، کارو بر میگردونم و بافت رو مثل ردیف قبل ادامه میدم، یعنی این قسمت رو رد میکنم، این 3 تا پایه رو رد میکنم، میام از این قسمت ردیف بعدی با 3 تا پای بلند شروع میشه. بافت زیگزاگی ما به این شکل در میاد. در نهایت شما اگر خواستین که بافتتون زیباتر بشه، برای دور کارمون یه حاشیه میبافیم که من حاشیه رو روی این قسمت براتون نشون میدم. یه گره درست میکنم با این رنگ، از گوشه کارم بافت حاشیه رو شروع میکنم، یعنی از این قسمت گره رو محکم میکنم. 1, 2, 3 تا زنجیره میبافم، داخل همین قسمت 2 تا پای بلند رو کنار همین 3 تا زنجیره میبافم. 1 و 2 پای بلند رو میبافم. این قسمت این پای بلند رو میارم ما بین این 3 تا پای بلند با یه پای کوتاه وصلش میکنم به این شکل. دوباره 1, 2, 3 تا زنجیره میبافم، داخل همین قسمت کنار این 3 تا زنجیره 2 تا پای بلند. اگر شما خواستید که دالبراتون یک مقدار ضخیم‌تر بشه یا بیشتر برجسته بشه، میتونید تعداد پایه ها رو بیشتر کنید. میام دوباره بین این 3 تا پایه با یه پای کوتاه وصلش میکنم. دوباره 1, 2, 3 تا، همینجا 2 تا پای بلند، کنارش بافته میشه. این قسمت میام روی بین این پای بلندا با یه پای کوتاه وصلش میکنم. دوباره 1, 2, 3 تا زنجیره، تا پای بلند رو که بافتم میام روی این 3 تا زنجیره ها با یه پای کوتاه وصل میکنم به این صورت.
به این گوشه که رسیدم، 1 2 3 روی همین پای کوتاه، روی این 3 تا زنجیره، 1 2 تا پای بلند رو میبافم، این قسمت از گوشه کارم روی همین 3 تا زنجیره وصلش میکنم که یه حالت 8 رو برای من هنوز حفظ کنه. دومین پای بلند، باز دوباره با یه پای کوتاه ما بین این دسته ها وصلش میکنم. به این صورت ادامه کار. و تا آخر بافتمون حاشیه رو ادامه بدیم. بافت زیگزاگی ما این قسمت تموم شد. امیدوارم که براتون مفید باشه. ممنونم که کانال ما رو لایک و سابسکرایب میکنید. نظراتتون رو برامون کامنت کنید و تا آموزش بعدی روزتون خوش.